یو ځل بیا ښه راغلاست. د افغانستان لومړی میرمن د ښځو د حقونو په برخه کې د شویو پرمختګونو خوندیتوب غواړي. یو شمېر میرمنو د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړو شویو مراسمو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب ضمانت وکړي. د مارچ اتمه د ښځو د حقونو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د لوی جرګې په کېږدۍ کې په دې مناسبت غونډې ته د افغانستان لومړۍ میرمنې په ویډیویي پیغام کې وویل چې افغان میرمنو په تیرو لسو کلونو کې خپلو حقونو ته د لاسرسي په برخه کې پرمختګ کړی چې په سوله کې باید دا پرمختګ وساتل شي. زنان شجاع افغانستان ثابت ساختند که نه تنها در پروسه صلح حضورشان حتمی و ضروری است، بلکه با قوت و وحدت می توانند هر مسئله را به شکل منطقی و مسالمت آمیز آن حل نمایند. د ښځو چارو وزارت سرپرست وایي چې د سولې خبرې حساس پړاو ته ننوتی دي او چې نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب ضمانت وکړي. زنان به عقب نمی گردند، به خاطر از این که زنان امروز زنان 20 سال پیش نیستند. اگر صلح شود باز در صورت ما منظور صلح نمی مانیم، ما منظور یک توافق سیاسی می مانیم. په پام کې وای چې ولسمشر او لومړی میرمن د ښځو دې غونډې ته ورشي، خو په غونډه کې ګډون ونه کړ چې له کبله یې افغان میرمنو توندې نیوکې وکړې. ما د ای برنامه به خاطر حاضر شویم که رئیس جمهور باید بیاین و د ایام چې برنامه شروع کنن، چون وقت رئیس جمهور به خانم های قدر احترام نداره، شاید که در شهر و در تمام دفترها زن نادیده شود. وزارت محترم و زنان صرف خواستند برنامه های خود به عنوان یک پیام بازرگانی به گوش خانم ها برسانند. به زنان ارزش قائل نیستند، یعنی زنان را یک موجود کامل نمیدانند. افغان میرمنې نیوکې کوي چې له افغانستان سره میلیاردونه ډالر مرستې په ښارونو او لرې پرتو سیمو کې د میرمنو د ژوند د ښه والي لپاره په متوازنه توګه نه دي لګول شوي، او افغان میرمنې په ځینو برخو کې له لومړیو حقونو بې برخې دي. تمکیږو په همدې موضوع باندې. موږ سره په بحث کې میلمنه ده ښځو چارو وزارت وینده اغلې رویا د آدرس په خپرونه کې میلمنه ده. اغلې د آدرس خپرونې ته ښه راغلاست. په سر کې ده چې د مارچ اتمه ده. پرون په لویه جرګه کې د لویې جرګې په خیمه کې د ښځو اړوند غونډه ترسره شوه. ټاکل شوی وه چې په دې غونډه کې ولسمشر غني او لومړی میرمنه هم ګډون وکړي. مخکې د دې چې نورو موضوعات ته راشو، دغه وروستي د رپورټ تاسو رپورټ ولیدو چې په وروستۍ کې ځینې ګډونوالو نیوکه کوله چې ولې ولسمشر غني او اغلې رولا غني دغه خپرونې ته نه دي ورغلي. ستاسو معلومات څه دي، څه کیسه وه چې ورنه راغلل؟ سلام عرض ادب خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون شما. در ابتدا امروز روز 8 مارچ روز جهانی مبارزه و همبستگی زنان افغانستان بر تمام زنان افغانستان و جهان از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض می داریم. خب امسال ما خواستیم متفاوت‌تر از سال پار یک محفل داشته باشیم که بتانیم یک اماهنگی همبستگی قوی زنان تحت چتر دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مرکز برگزار کنیم. واقعا یک محفل بود که ما تانستیم همصدای قوی زنان افغانستان با خود داشته باشیم. این نماینگر از این است که زنان افغانستان فعلا در یک شرایط اساس قرار دارند و ما خواستیم که اتفاق، اتحاد، همبستگی خود به جهانیان و همچنان به طرف مقابل مخالف دولت از طالبان برسانیم که زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند که با هم همبستگی قوی نداشته باشند. اهداف همه زنان افغانستان یک هدف است: پیشرفت زنان، دستاوردهای زنان و حفظ حقوق زنان در همه راستای حکومت می باشد. ما این محفل برگزار کردیم. جناب رئیس جمهور تصمیم بر این داشتند که باید حضور داشته باشند در این برنامه. متاسفانه نظر به بعضی مشکلاتی که ما نمیتونیم بگوییم که چی بوده، اما نظر به بعضی مصروفیتهایشان نتانستن حضور پیدا کنند. اما این که موجودیت فکر نکوی اغل دادرس چی در دویول دخپل یا دویول سپکاوه ده؟ ما با هیچ فکر نمی کنیم. شما ببینین جناب رئیس جمهور تنها در 8 مارچ نه، همیشه در بخش حمایت از زنان بودن.
موجودیتشان یعنی حتمی و ضروری نبود. این که حمایتگر قوی ما هستن، همیشه در هر راستا از زنان افغانستان حمایت کردن. در نشست های خیلی بزرگ ملی و بین المللی حضور زنان با ایشان بوده. جناب خود جناب رئیس جمهور همیشه دوش و دوششان بانوی حوال بوده. خود نماینده ازی است که اونا حمایت قوی از زنان افغانستان دارن. و پروسه صلح یک پروسه خیلی کلیدی بود. شما میبینید که همیشه در این بخش حمایت کردن و گفتن که ما هیچ گونه معامله به خاطر دستاوردهای زنان به خاطر آوردن صلح نداریم. یعنی ما حراس از این نداریم. اگر حضور می داشتن واقعا ما قویتر و خوبتر عمل میکردیم. همان نبودشان، صدایشان و همی که تعهدشان با زنان افغانستان است، این خود قوت است برای زنان افغانستان. ما امروز نمیتونیم بگویم که عدم و حضور جناب رئیس جمهور باعث شده که حمایت ندارن. نخیر، ما هیچ وقت دیدگاه را نداریم. جناب رئیس جمهور همیشه حمایت کردن و ما با تعهدی که بسته بودن با او هم همیشه پابند میباشن. درست دا چې نن د مارچ اتمه ده، اغلې د درس فکر کوئ چې په تیر یو کال کې د ښځو په برخه کې تاسو د پام وړ کار کړی دی، هغه کوم د پام وړ کار هم چې کړی دی کولی شئ یو څو یې راته په ګوته کړئ چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب او دوی ته د عدالت د ورکړې په برخه کې د عدالت د ټینګښت په برخه کې تاسو د پام وړ هغه موارد تر لاس لاندې نیولي او ترسره کړي مې تر څو هغه وکولی شي د افغانستان هغه میرمنو ته چې په لرې پرتو سیمو کې دي یا په ښارونو کې دي دوی خپلو حقونو ته رسیدلي. تشکر از شما. ما اگر تحلیل در وضعیت زنان در مدت یک سال اخیر داشته باشیم، واقعا تغییرات خیلی مثبت و کلیدی روی دست شده. اگر ما درباره قوانین حمایتی بحث کنیم، قوانین زیاد در راستای حمایت از زنان موجود است و یکی از حمایت خیلی کلیدی هم حمایت رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. در ضمن از این فعالیت هایی که وزارت امور زنان در طول یک سال انجام داده و یا در طول چند وقتی که انجام داده، ای را با شما شریک بسازیم. در ابتدا که قبلا وزارت امور زنان یک وزارت پلیس‌ساز بود، مطابق تعهد جناب رئیس جمهور ما وزارت امور زنان من بعد یک وزارت اجرایی است. ما طرفدار ازی هستیم که همه برنامه هایی که در راستای زنان است تحت چتر وزارت امور زنان به شکل منظم مسیر کاری خود تعیین کنه. مطابق از این ما معینت توانمندی اقتصادی زنان را در چوکات وزارت امور زنان ایجاد شده، معینت پلان پلیسی که تا بتانیم پلیسی های خیلی موثر و خوبتر را تطبیق کرده بتانیم. در ضمن از این معینت توانمندی به خاطر توانمندسازی اقتصادی زنان است. اولین کاری که ما انجام دادیم، ما توانستیم که بعض پروژه هایی که وجود داشت و ای در بخش های دیگر به شکل مختلط کارهای خود پیش می بردن تحت پلان وزارت امور زنان نبود، ما خواستیم منسجم بسازیم که وی‌آر‌دی‌پی تحت چتر وزارت امور زنان آمده که یک نوید خوب برای همه زنان افغانستان است که در 34 ولایت افغانستان فعالیت های خود انجام میده تا بتانیم به خاطر توانمندسازی اقتصادی زنان همه مسائل تحت چتر وزارت امور زنان برگردد. و همچنان یکی از کارکردهای خیلی کلیدی ما حکومت داری محلی بود. از ابتدای کار دولت جمهوری اسلامی افغانستان تعهد بر این داره که باید در بخش حکومت داری محلی توجه خاص صورت بگیره. از این لحاظ وزارت امور زنان پیشنهاد داشت که معاونین والی از طبقه زنان تعیین شود که تعهد جناب رئیس جمهور نهایی شد. فعلا شما میدانید که زنان در سیاست های محلی حضور پررنگ و منادار را دارند که به عکس معاون والی اجرای وظیفه میکنن و دوش و دوش والی صاحبای ولایت فعالیت دارند و در ضمن از در بخش تعیین ولسوال های زن و همچنان شاروال های زن تاکید شده و وزارت امور زنان در این راستا هم فعالیت های خود انجام داره که ما بتانیم زنان در مناطق دوردست ولسوالی هم حضور پررنگشون داشته باشیم. درست. سی راجمی برخطه تاستو پالیسی سازه ده موینیت خبر اوکلا چند نوی پروگرام تر لاس لانده لاره چه پا پلان که لاره چه ده خوزو ده حقون خوانده تو پا برخه که دستی که ما نوی برنامه شتا چه گتاور تمام شی ده خوزو ده حقون ده خوانده تو پا برخه که. خب ما راهکارهای جدید را مد نظر گرفتیم. ما وزارت امور زنان طرح بهبود را روی دست داره که پیش از اینکه یعنی کارکرد خود به شکل اجرایی آغاز کنیم، طرح بهبود از طریق وزارت امور زنان با
پیشنهادات و نظریات همه زنان افغانستان و حتی زنان که خارج از افغانستان هم سکونت داشتن این غنی شده. ما زمانی که اگر مسیر کاری ما حالت اجرایی را به خود میگیره، ما پیشنهادات زنان را با خود داریم که از کدام راستا کار کرده خود آغاز کنیم، چگونه بتانیم که فعالیت های خود به شکل موثرتر و اجرایی تر داشته باشیم. وزارت امور زنان وزارت نیست که فقط خواستهای خود بالای مردم تامین کنه، همیشه نظریات، پیشنهادات، طرحهای زنان از همه ادارات جمع‌آوری و مطابق از فعالیت‌های خود انجام میدیم. فعلا طرح بهبود ما واقعا یک دستاورد خیلی کلیدی است که تمام بخش‌های ازی ما می‌خوایم که تا سال 1400 تطبیق شود، خصوصا در بخش توانمندسازی اقتصادی زنان توجه خاص صورت بگیره. به خاطر کاهش خشونت ها هم یکی از راهکارهایی که ما مد نظر گرفتیم خودکفایی اقتصادی زنان افغانستان است. تا زنان که افغانستان خودکفایی اقتصادی داشته باشند میتونن که خشونت ها در خانواده اختتام پیدا کنند. در دیره یا مهمه برخه در اقل ددرس پا بخن سر دقا اقتصادی بسیعین پا برخه که خپلا یا مرمن چنگ کولشی چی خپلا زن تا سوداگری جوره که خپلا تجارت خپلا مختیوسی ترسو وکولیشی چی پا خپل مت بانده خپل دو جوان و رزنه چار مختیوسی دی برخه که تاسو کم پروگرامونه لره دا یا مهمه برخه ده. بله، من بعد وزارت امور زنان همه زنان متشبس را که در راستای توانمندی اقتصادی خود کار میکنن، ما چندین بار نشست برگزار کردیم. زنان متشبس چالش ها و مشکلاتی که صدرهایشان قرار داره اینا همش حل فصل میشه. ما یک حمایت قوی از زنان افغانستان میداشته باشیم. در ضمن از در 34 ولایت افغانستان ما طرف یک تعداد باخای زنان قبلا داشتیم. ما فعلا یک نویدی که بر مردم افغانستان داریم این است که ما در 34 ولایت افغانستان مرکز اجتماعی و اقتصادی را برای زنان افغانستان مد نظر گرفتیم. دکوکین زیادی را به اختیار زنان افغانستان گذاشته میشه که زنان افغانستان بتوانند از این دکوکین برای توانمندسازی اقتصادیشان و یک بازار فروش برای زنان متشبث باشد. در ضمن از یک تصمیمی که وزارت امور زنان خود گرفته و همچنان تمام ادارات باید را تطبیق کنند این است که هر برنامه‌ای که برگزار میشه باید در آشه برنامه ما یک نمایشگاه صنایع دستی زنان داشته باشیم که بتوانند زنان متشبث نوعیت مختلف تولیدات خود در این نمایشگاه ها به فروش برسانند که میتونه از نگاه اقتصادی هم برای توانمندسازی اقتصادی زنان و همچنین یک بازار فروش برای زنان افغانستان باشه. در ضمن از این هماهنگی ما با کشورهای همجوار هم داریم تا بتوانیم که برندهای خوب را برای زنان افغانستان مد نظر بگیریم و همچنین شاپ ها مد نظر گرفته شود تا اینا بتانن که برند های خوب را در جهان اینا به فروش برسانن و یا که بتانیم که مارکت های جهانی برشان مد نظر گرفته شده. کارکردهای اقتصادی ما واقعا فعالیت های خود ما به شکل موثر انجام میتیم تا بتانیم که وضعیت اقتصادی زنان را بهتر شود. درست. در ولایت مد نظر گرفتیم که در 34 ولایت افغانستان اگر امکان داشته باشه مارکت های زنانه برای زنان افغانستان ایجاد شود تا بتانن که از این مارکت های زنانه به خاطر توانمندسازی اقتصادیشان استفاده کنند. درست. او رزو دی برخی تا چه تاسو د خپل لاسته راوړنو او د پروګرامونو خبره وکړله، خو ستاسو وزارت ته چې هغه کم موارد چې د تاوتریخوالي راځي د ښځو په برخه کې کولی شي د موږ سره د طبقه بندي په اساس باندې معلومات شریک کړي چې اوس مهال په افغانستان کې ښځې د تاوتریخوالي کمو مواردو سره د یو لاس او ګریوان دي او کم موارد ډیر دي؟ خب زمانی که ما بس بالای پدیده خشونت میکنیم، پدیده خشونت منحصر به افغانستان نیست. بله. کشورهایی که خیلی آسوده و آرام هستن و با او کشورها هم خشونت جریان داره. ما نمیتونیم که خشونت منحصر به افغانستان بسازیم. اما متاسفانه افغانستان در شرایط است که شما میدانید که با این همه چالش ها و نبود امنیت نسبی ما توانستیم که باز هم یعنی جلو خشونت ها تا حدی گرفته شود. و در ضمن ازی خشونت ها فعلا هم جریان داره، یعنی ما نمیتونیم از چشم پوشی کنیم که هیچ خشونت وجود نداره. خشونت هست اما منحصر به افغانستان نیست. ولایت ما خصوصا در سال 1399 که گسترش ویروس و کرونا یک چالش خیلی بزرگ را بر زنان افغانستان ایجاد کرد که خود موجودیت ویروس و کرونا باعث شد که خشونت در افغانستان افزایش یابد.
خب با وجودی که وزارت امور زنان کارکردهای خود در این راستا انجام داد، ما سه شماره تماس با ایشان شریک ساختیم در صورتی که اینا در شرایط ویروس کرونا از خانه بیرون شده نمیتونن، با تماس های تلفنی میتونن قضایا را با ما ثبت کنن و با ما اطلاع بدن که قضیه چگونه است و چگونه ما بتانی میره دنبال کنیم. اما متاسفانه که عوامل سو دا چه کرونا په جریان کې تاوتریخواله زیات شوه او خپل د تاوتریخوالی عوامل څه دي خپل په افغانستان کې اوس مهال زیات شمیر عوامل کم یو دي؟ شما ببینین عوامل زیاد وجود داره، اما در زمانی که برمیگردیم به شرایط کرونا عوامل از این برمیگرده به یک استرس و همچنان حالت روانی همه خانواده ها در صورت موجودیت ویروس کرونا خیلی وخیم بود. در قدم دو موجودیت مردان در خانواده باعث شد که زنان افغانستان نتونستن با مخشونت هایی که متقابل شدن از خانه بیرون شون و قضایای خود را ثبت کنن و همچنان پایین بودن سطح اقتصاد خانواده هایی که روزمزد کار میکردن و اقتصادشان طوری بوده که روزمره تکافو میکردن، اینا بسیار با مشکلات اقتصادی مواجه شدن و ما وزارت امور زنان کار کرد که ما در این راستا انجام دادیم. در شرایط کرونایی ما توانستیم که یک تعداد کمک های نقدی هم با ایشان صورت گرفت. در ضمن از این ما در 34 ولایت افغانستان و از ولسوالی های دوردست زنانی که متضرر ویروس کرونا بودن و اینا خود سرپرست خانه بودن و زنانی که بیوزن بودن اینا شناسایی شد و یک لیست آماده شد، ایرا با ریاست جمهوری شریک ساختیم که مطابق قضی پیشنهاد دسترخان ملی روی کار شد و اینا شامل دسترخان ملی شدن و تا بتانند برای همیش تا اینکه این حالت استرار خارج شود باید به با اینا همکاری همه جانبه صورت بگیرد. خب عوامل زیاد داره، اما زمانی که برمیگردیم به شرایط کرونایی بیشترش به این است و یکی از عوامل خیلی کلیدی همین است که معتاد بودن مردان خانواده به مواد مخدر، این یکی از چالش های خیلی کلیدی است و باعث بروز خشونت ها در خانواده میشه. ازدواج های اجباری یکی از عوامل خیلی کلیدی خشونت در خانواده است. زمانی که دختر خانم یا پسر مجبور به ازدواج میکنن بعد از یک مدت زمان بالاخره توافق به زندگی به شکل منظم پیش نمیره، اینا به خشونت ها دست میزنن و خشونت ها منجر به این میشه که یا طلاق، تفریق و یا اقدام به خشونت های حاد خانواده میشه. یعنی با وجودی که ما 22 موارد قانون منع خشونت علیه زنان به شکل منظم در تطبیق قضی فعالیت ها جریان داشته، اما هنوز هم تا حدی که ما طرفدار از هستیم که جلو خشونت گرفته شد با او حد ما به هدف کلیدی خود نرسیدیم. درست. اما تلاش جریان داره، فعلا وزارت امور زنان بالای قانون خانواده کار جریان داره که با نافذ شدن از این ما میتونیم بگوییم که خشونت های خانوادگی کاهش شده و خانواده ها حمایت بیشتر از دختر خانم ها داشته باشند. اما تبعیض جنسیتی را که در خانواده مروج ساختن و بیشتر حمایت از پسران دارن و دختران به او حدی که قابل و نیاز حمایت دارن حمایت نمیشه، باید این مطابق قانون خانواده حمایت بیشتر داشته باشند. از ازدواج های اجباری بعد بدل ازدواج هایی که قبل از وقت است باید جلوگیری صورت بگیره. ما میتونیم به این صورت جلو خشونت ها را بگیریم. درست. او خپل مرمن څومره کولای شي چې د تاوتریخوالی په کمخ کې دی خپل ونډه ولوبي، دا چې د خپل ځان پر وړاندې تاوتریخوالی کچه راکمه کی، یعنی خپل لاس په کار شي. په دې برخه کې تاسو کوم مشخص پروګرام لرئ او دې مورد ته تاسو څومره توجه کړی ده؟ خب یکی از راهکارهای خیلی کلیدی است که زنان خود باید در مقابل خشونت ها ایستادگی کنند و بتانند که جلو خشونت ها را بگیرند. خاموشی در مقابل خشونت خود باعث بروز خشونت و افزایش خشونت میشه. فعلا ما از ثبت آمار بلند قضایای خشونت هیچ نگران نیستیم، چون امروز زنان افغانستان زنان 20 سال قبل یا چند سال قبل نیستند که در مقابل خشونت ها خاموش باشند و قضایای خود را ثبت نکنند. خوشبختانه امروز اعتمادی که زنان افغانستان بالای ادارات دولتی دارند و مراجعه میکنند، این همه اعتماد زنان به ادارات دولتی و خصوصا به خاطر رسیدگی به قضایای خشونت نشان میدم. امروز شما ببینید وزارت امور زنان است، واحدهای دومی ماست که در 34 ولایت فعالیت دارند
در ضمن از محاکم اختصاصی من خشونت علیه زنان وجود داره، سارانوالی های اختصاصی من خشونت علیه زنان وجود داره، معینیت رسیدگی به قضای خشونت وجود داره، در بخش محاکمه هم همیشه از زنان حمایت صورت میگیره، وکیل مدافع رایگان برای زنان مد نظر گرفته میشه تا قضایا را تعقیب کنند. پس در این صورت زنان افغانستان باید خاموش نباشند و در مقابل قضایایی که و خشونت های حادی که متقابل میشن اونها را باید استادگی کنند و صدای خود بکشند. از این لحاظ ما امروز با آمار ثبت قضای بلند مواجه هستیم، همه نگران نیستیم، چون این همه آگاهی زنان را نشان میده و این هم حمایت خانواده ها را نشان میده. بیشتر این قضایا طوری است که یا پدر یا برادر مراجعه میکنه، قضیه خواهر و یا دختر خود ثبت میکنه. این خود حمایت مردان خانواده را از زنان نشان میده که اینا در مقابل خشونت ها من بعد استادگی میکنن و صدای خود بلند میکنن، که واقعا ما از این مورد خیلی خوشحالیم و این هم موثریت بیشتر از طریق اطلاع رسانی صورت گرفته. ما در مرکز و در 34 ولایت خصوصا در واحدهای دومی و بیشتر اطلاع رسانیشان در ولسوالی ها و مناطق دوردست قرا و قصابات است، چون خشونت بیشتر هم در مناطق دوردست است، چون اونا اطلاع و آگاهی کامل از حقوق و امتیازات خود ندارن. از این لحاظ ما میخواهیم که آگاهی کامل داشته باشن. و بله دقیقاً دغه مورد ته چې تاسو اشاره کوئ اوس هم یو شمیر میرمن شته، بلکې د سویل شو چې زیات شمیر میرمن شته چې اوس مهال د خپل حقونو څخه به برخې دي، حتی دوی ته بشري حقونه نه ورکول کیږي، او دا غه میرمن دي چې په لری پرتو سیمو کې اوسېږي. اما هیر دي نه چې په خپل پلازمینه کابل کې هم ځینې موارد د تاوتریخوالی شته، یوازې داسې نه شو ویلی چې په لرې پرتو سیمو کې تاوتریخوالی جریان لري. خو په هر صورت یو بل مورد ته راځمه، د خپله اغلی وزیر په خپلو خبرو کې ویلی چې زنان به عقب برنمیګردد. آیا اوس هم ویره شته دی چې ښځې به یو ځل بیا دغه څه حقونه چې ترلاسه کړي دي دا به د لاسه ورکړي، یعنی د سولې بهیر کې د یو سیاسي تعامل په پایله کې د دوی د حقونو نه خوندیتوب ویره لا هم شته ده؟ خب ما زنان افغانستان شما میدونین یک دور تاریک طالبان پشت سر گذاشتاندیم، نه تنها زنان افغانستان بلکه مردان افغانستان نیز دوره را تجربه کردند. ما دوباره با امی اشخاص در پروسه سر نشستیم که بتانیم دو طرف قناعت حاصل کنند که ما چگونه یک افغانستان را داشته باشیم که در او صلح و صمیمیت برگزار باشه. صلح یک نیاز مبرم برای همه جامعه افغانستان است، اما ما نمیتونیم صلح خاص یک معامله باشه که به خاطر مردان افغانستان داخل افغانستان شود و حقوق و امتیازات زنان مکمل نادیده گرفته شود. ما طرفدار همچه صلح نیستیم، اما به این هم باید جامعه جهانی و تمام جهانیان متوجه باشند که زنان افغانستان طرفدار صلح هستند و ما قبلا هم قربانی بیشتر جنگ هم زنان افغانستان بود، اما این بار نمیخوایم که دوباره قربانی سال هم ما زنان افغانستان باشیم. چرا همیشه زنان افغانستان باید قربانی بدن؟ طرفین باید قناعت کنن، باید به توافق برسن و حقوق و امتیازات زنان افغانستان رو مد نظر بگیرن. فعالیت هایی که ما در مدت 18 سال دستاورد هایی که داشتیم ما نمیخوایم دوباره مورد معامله قرار بگیره. خب ما هنوز کدام ترس حراس وجود نداره که همچون معامله خاط صورت گرفت، چون در ابتدا ما حمایت جناب رئیس جمهور با خود داریم که در ابتدای کار تقریبا 5 سال است که پروسه سال جریان داره، فرموده بودند که هیچ گونه معامله به خاطر دستاوردهای زنان به خاطر آوردن صلح در افغانستان صورت نمیگیره، اما باز هم بعض نگرانی ها وجود داره. به خاطر از اینکه ما بتانیم اطمینان قوی بر زنان افغانستان داشته باشیم، میگیم که وزارت امور زنان همیشه به خاطر حمایت از زنان در اغل دادرس څومره ډاډه است چې په دغه حقونو به معامله نه کیږي؟ خب یکی حمایت دولت افغانستان با وزارت امور زنان افغانستان است و در دوم هم ما میتونیم که حمایت جامعه جهانی را داشته باشیم. جامعه جهان چند قبل سیگار زمان که گزارش خود ارائه کرد گفت ما میلیون ها دلار به خاطر ازی به مصرف رساندیم که تا زنان افغانستان بتانند که دوباره حضور فعال و پرمعنا در ادارات دولتی و در دولت داشته باشند. پس این همه مصارف که میلیونی ها خاطر بهبود وضعیت زن مصرف شده، آیا این همه نادیده گرفته میشه؟ در ابتدا ما حمایت دولت و در ضمن از حمایت جامعه جهانی را داریم و از جامعه جهانی هم تقاضای ما این است که مطابق تعهدی که در قبال زنا بسته بودند باید حمایت داشته باشند و مصارف به خاطر بهبود وضعیت زنان کردن اجازه نتن که دوباره یک بار دیگه هم این نادیده گرفته شود و دوباره ما مورد معامله قرار بگیریم. خود چارو وزارت ویند اغلی رویا دادرس کرمودان تشکر.